هی میگن قدیمی ها، میگن قدیمی ها، میگن سلام خوبی؟ خب من میگم یه حرف قدیمی ها نه اینجورو شروع کنم. سلام، حال شما چطوره؟ سلام، به نظر من حرف قدیمی ها با آب طلا بنویسیم. سلام، واقعا با حرف قدیمی ها رو با آب طلا بنویسیم. هرچند با آب طلا نوشتن حرف به ارزش و حرف اضافه نمی کنه، ولی حالا چون میگن با آب طلا بنویسیم، حرف قدیمی ها با آب طلا حالا بنویسیم، با آب طلا بنویسیم. اصلا یه حرف خیلی خوب دارم قدیمه که میگن بعد از هر سختی قطعاً یه سختی جدیده. اون از ورودمون به دنیا که مادر در عذاب و کودک در فشار و چقدر وحشتناکه. اینه یه همون لک‌لک‌های کلیپ چند قسمت قبل می‌بردن همون چه آسون می‌شد و شیرین می‌شد همه چی. حالا بعد از که دنیا میه، بعد از که دنیا میه می‌خوام از پاهایی که خدا به همون داده استفاده کنیم. دو قدم به را بیرین، تپ تپ می‌افتیم، آخه غذا بخوریم، از دهن رو استفاده کنیم. هر یه دونه دندون که در میاد تب، اسهال، درد، مرزی، بعد میخوای حرف بزنی، کلی باید سعی کنی تا حرف حرف کلمه به کلمه از زبان رو استفاده کنی. اصلا من فکر میکنم خدا از اول یه پیغام داشته واسه ما، یه پیغام دارم واسه مردم عزیز، یه جوری به این شکل که من اگر میخواستن چیزی به آسونی بهتون بدن که شما رو 50 روزه از پوشک میگرفتن که مادرتون 2 سال نخوابه صورتتون. پس یاد بگیرین هیچی به آسونی به دست نمیاد. مثلا الان شما میری تو اینترنت میبینی آقای علی حسنی داره پیکس معرفی میکنه، نادر بی آی پی باباشم میگه من تا 1000 میلیارد پشتشم، بعد شما پول بی زبان رو میدین دست اینا، یه پامپادام همه دارایتون از بین میره. اون یکی ماه هم پیزوری داره، اون هم دستش، یا کینگ مانی، یا همه این پروسه وحشتناک که کلا برداری که اینا دست به دست ندادن که مردم رو بچه. حالا از اینا بگذر، اینا باشه بره آخر کلیم، بیدیم که من آخر کلیم نتیجه گیری غیر اخلاقی میکنم. حالا من یه سنی به بعد فهمیدم که ماها هیچ به آسونی به دست نمیاریم. مثلا یه موقعی من همیشه آرزو داشتم یه دوچرخه داشته باشم، رویای من دوچرخه، ولی یه روزی بنده خدا بهم گفت با رویا پردازی و اینا چیزی به دست نمیاریم، بعد تلاش کنید، تا تلاش نکنی رویا به حقیقت نمیفهمه. گفتم اوکی. اون شبی که حرف انزام، من تا صبح فکر کردم که باید چه تلاشی کنم که به رویا برسم، به دوچرخه برسم. صبح رفتن در دوچرخه فروشی، رفتن در دوچرخه فروشی و با آقای دوچرخه فروش گفتن آقا من از این دوچرخه خوش اومده، میشه یه دور باش بزنن تستش کنن؟ آره. ما سوار شدیم و همجوری پایدان میزدم، پدال میگین شما، همجوری پایدان میزدم و به رویان فکر میکردم، پایدان میزدم احساس میکردم به رویان نزدیک میشن، پایدان زدم پایدان زدم نزدیکای خونه، احساس میکردم که دیگه به رویان نزدیک شدم، که یه های آلی دوچرخه سوار با موتور پیچید جلو پیادن کرد، یه پسکلهی و یه اردنگی دوچرخه رو ازن گرفت. وقتی پسکلهی خوردن زیاد نه، ولی وقتی اردنگی خوردن دقیقا یه جمله آمد تو ذهنم که رویا پردازی باید بر مبنای واقعیت باشه، واقعیت جامعه. چون من تو رویام به فکر میکنم که دوچرخه بنده خدا رو میدوزن، این هم چون دوچرخه فروشه دنبال سر من میده و نمیرسه به، یا حد اکثر با دوچرخه‌هاش دنبال من میاد که بازن نمیرسه، ولی رویای من با واقعیت فرق داشت. بنده خدا موتور داشت، یعنی با موتور منو گرفت. شب دوباره رفتم تو فکر، گفتم حالا من کتک خوردم، هر دوچرخه گیر رو نمیده، بعد یه رویای جدید ترسیم کنم، صبح برن سراغش تلاش کنم. تو رویای جدید من تندتر پدال میزدم، پایدان میزدم و یه جای قایم میشدم، اول تا آبا از آسیا بیفته بعد من هم خونه. صبح رفتن یه دوچرخه فروشی دیگه، گفتن که آقا من از دوچرخه آبیه خوش آمده، میشه سوارشن تست کنن؟ گفت نه، تو همون هستی که دیروز رفته در مغازه همکارمون دوزی کنی، فیلمتو پخش کرده بین تمام همکارا که مواظب باشیم به تو دوچرخه ندیم. گفتم اوکی. به محضی که گفت فیلمتو داده به تمام همکارا، من کاخ رویاهای چند سال خراب شد.
هیچ تلاشی نمیتونن اینجوری برن ازشون دوچرخه به راحتی بگیرن. کاخ رویاهام که خراب شد، من زیر آوار آرزو له شدم. تصمیم گرفتم که برم یه داریوش آتش بزنم و یه سیگار گوش کنم یا برعکس، حالا مهم نیست. شبش نشستم عمیق‌تر فکر کردم، گفتم آقا یه رویای جدید ترسیم کنم. اون یه رویای قبلی یه کاخ بود که خراب شد تموم، بیخیال. گفتم که باید بیزنس کنم. اگه بیزنس کنم بهم میگن بیزنسمن، کسی به نمیگه دوز. تصمیم گرفتن که یه بیزنس خوب رو اندازه کنن. چجوری؟ گفتن که صبح میرن تو مدرسه به بچه‌ها میگن نفری 100 هزار تومان بیارید توی قرعه کشی دوچرخه 5 میلیونی شرکت کنید. با 100 تومان ممکنه شما دوچرخه 5 میلیونی برنده شید. ایدن گرفت. خبر مثل بمب ترکید. آره. مدرسه های دیگه هم اومدن، بچه‌های خودمون اومدن. خلاصه 200 نفر قسط نوشتن، 200 تا 100 هزار تومان من پول دادن که 20 میلیون تومان جمع شد. شو روز قرعه کشی، روز قرعه کشی هم یه تومان ازی که بچه ها گرفتن زیر میزی با تقلب اسم رو در آوردم، یعنی شو 21 میلیون تومان جمع. دو چرخان دادیم به اون کسی که رشوه دادیم و رفتیم دو چرخه بخریم. یه دو چرخه خریدم دادم به اون کسی که رشوه داده بود، 16 میلیون تو جیب اون بود. حالا من اینکه 50,000 تومان نداشتم که کسی به نمیگفت دوز، به مفتن بیزنس من. من داشتم بیزنس میکردم. تازه همه به میگفتن آقا قرعه کشی بعدی کیه، قرعه کشی بعدی کیه. گفتن عجله نکن، هفته یه دونه قرعه کشی براتون میذارم. اصلا ببین چی شو، رفتن همون دو چرخ فروشی که با اردنگی به انزاله بود، وقت دو چرخ 5 میلیونی و 6 میلیون ازش خریدن، یه تومن همجوری شیرینی روش دادن. لردم آقا لرد، تا کمر خم شد از اون تشکر کرد. یعنی باور کن یه تومن ده بهش میدادم میگذاشه یه اردنگی هم بهش بزن. خواست دستان ببوسم و دستان کشیدم، گفتم برو بیکاره. حالا فکر نکنید من این خاطره رو گفتم که شما از رویا پردازی دست بکشین، به هیچ وجه. میخواستم بگم که رویا شما اگه هر چیزیه باید با تلاش همراه باشه، با تلاشی که مبتنی بر واقعیت‌های جامعه هست. به هر حال مثلا دوزی فیزیکی جواب نمیده، ولی روش‌های مدرن خیلی عالیه. مثلا چجوری عادی الان بدونید، شما میتونید با دست فروشی شروع کنی، استوری بذاری، فیلم بگیری، دل ملت بسوزه، بعد که مشهورتر شدی به این روزنامه ها رپورتاج آگهی بدی به عنوان کارآفرین نمونه و فلان و فلان، اینا اسمت چاپ کنن، دو تا آهنگ میخونی میگن خواننده است، دست فروش بوده خواننده شده، دست فروش بوده کارآفرین شده. میری خارج از کشور 4 تا عکس میگیری تو هتل ها، میگه الان تو سفری مازی حرفا، بعد میری رمز ارز معرفی میکنی، یه چیزی که معلوم نمیشه سرش کجاست، تهش کجاست، پشوانش چیه. اسم رمز ارزت هم میتونه بذاری کینگ مانی، میتونه بذاری پیکس بادران و یعنی کینگ مانی، پیکس علی حسنی و با چه باربود معصومی و مان پیزوری و هرچند بیراتی ها گیر نمیفتن ولی دارن ازش رو شکایت میکنن. و اینکه ما اینکه باید کلامون صرف بچسبیم، نه اینکه پولمون رو دو دستی میدیم به اینا، بعد توقع داشته باشیم دولت یا حکومت یا حاکمیت اصلا هر جایی تو هر کشوری اینا بگیرن پولمون ازشون پس بگیرن. پولتون صرف بچسبیم، چرا هر کی میخواد پولتون دو برابر ده برابر کنه باور میکنه؟ اینا اگه دو برابر ده برابر کن بودن پول خودشون ده برابر میکردن. ارزم به حضورتون که ها خلاصه یادتون نره، ولش کن، برای رویاتون تلاش کنید، مثل علی حسن، مثل ماهان پیزوری، مثل ماهان یه آب می بفروشی تو قم نمیتونسته بگردونه، حالا برای اون کلاس موفقیت میزنه، مثل بار بود محسون، مثل همه این دلقک هایی که امروز دارن جیب مردم میزنن. لایک و ساب و کامنت و همش فده سرتون، نمیخوام یاره.